دنیای زنان از زیر چادری چگونه است؟ برگرفته از رسانه رخشانه. عزیزان و علاقمندان چینل افغانستان جورنال، سلام بر شما. آرزوی صحتمندی و جانجوری هر یک شما خوبان و بزرگواران را دارم. استدعا دارم طاعت و عبادات شما خوبان در این ماه پرفیض و پربرکت قبول بارگاه حق باشد. قبل از همه لطف نموده چینل خودتان یعنی افغانستان جورنال را سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدین. اگر نظریات، پیشنهادات و یا هم انتقادات دارید و اگر داستانهای روی دست دارید و میخواهید با ما شریک بسازید، میتوانید از طریق ایمیل آدرس افغانستان جورنال @gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما بفرستید. آغاز. در چوکی پشت سر موتر تونس نشسته بودم. همی که راننده صدا کرد: علی مردان. زن چادری دار یا برقپوشی که کنارم نشسته بود صدا کرد: پایان میشم. راننده در گوشه از سرک توقف کرد و چوکی را به طرف خودش کشید تا او خانم پیاده شود. هنگامی که او خانم پیاده میشد، پاهایش به چادریش پیچ خورد و از فاصله نیم متری پیش پای راننده نقش بر زمین شد. راننده با طعنه گفت: زنای چوش در سرشان نیست. او زن از زمین بلند شده و خاموشانه برایش ادامه داد. اما ذهن ما درگیر دنیای او شد. از خودم پرسیدم: دنیای زنا از زیر چادری چگونه است؟ سوالم را گوگل کردم و یکی دو مقاله در موردش خواندم. در مقاله ها بیشتر از چادری گفته شده بود تا دنیای زیر چادری. من میخواستم بدانم که زیر چادری چه مگذره و زنایی که چادری میپوشن چی حس دارن. از مادرم خواستم تا از زن همسایه که چادری میپوشه برم چادری قرض بگیره. اولین روز وقت چادری را روی سرم گذاشتم، حس عجیبی داشتم. مثلا نمی دانستم وقت چادری بپوشم ما دنیا را طور دیگه خواهم دید یا دنیا مرا. با دلهره چادریم را پایین کشیدم و از خانه بیرون شدم. قدمایم را آهسته بر می داشتم تا مبادا نقش بر زمین شوم. همی که باد بوزیدن شروع کرد، چادری مثل خیمه که چهار سمتش باز باشه شروع به تکان خوردن کرد. کلاه خامک دوزی شده چادری از جایش تکان خورد و تورهای چادری به سمت راستم چرخید. بعدش زیر چادری تاریک شدم، مثل خانه که پرده هایش را پایین کشیده باشن. دیگه نمیتونستم مسیر ما ببینم. کنار سرک استاد شدم، چادری را دوباره منظم کردم و پنجرهای کوچکش را رو به چشمایم باز کردم و براهم ادامه دادم. 10 دقیقه دیرتر به صنف رسیدم. همی که استاد چادری را دستم دید، با لحن تمسخرآمیز گفت: چادری خوب گرم است. استاد که هیچ وقت مجبور نیست چادری بپوشه یا حتی به او فکر کنه، در چادری گرمی میدید. نرنج زنایی را که پس او پنهان بودن.
بعد از صنف در موتر کنار دختر جوانی که همسن و سالم بود نشستم. او با لحن خشک مرا خاله خطاب کرد و از من خواست که از او دورتر بشینم. او در تمام مسیر نگاهی سنگین و ترحم‌بارش به من دوخته بود. انگار چادری مرا به موجود پست تبدیل کرده که حتی نمیتونم کنار او بنشینم. ناخودآگاه به رفتار خودم با زنای چادری پوش اندیشیدم. هرگز نخواسته بودم با زنای چادری پوش هم کلام شوم. زیرا فکر میکردم دنیای ما با دنیای اونا متفاوت است و من در موقعیت بالاتر نسبت به اونا قرار دارم. بیان که بخوایم بر لحظه تصور بکنم که چه کسی و با چه استعداد و اندیشه در پس او چادری پنهان است. وقتی از موتر پیاده شدم و به سوی خانه می رفتم، مردی از کنارم رد شد و کلمات زشت و زننده‌ای را به زبان آورد که قلم ما جرأت نوشتن او را نداره. خیابان آزاری بر ما مسئله تازه نبود، اما شنیدن او کلمات رکیک را هرگز تجربه نکرده بودم. فردای او روز به خاطر کار به یکی از ارگانهای دولتی رفتم. اول از من خواستن چادریم را بلند بکنم و بعد مرا با دقت تمام تلاشی کردن. دستایشان را در جیبم می کردن و لایه های چادریم را می پالیدن. گویی ما به جرم چادری پوشیدن به چنین رفتار محکوم شده بودم. ما قبلنم به این نهاد آمده بودم، با این تفاوت که چادری نداشتم. او روز فقط از من خواسته بودن که کیفم را باز کنم تا اونا با نگاه سرسریشان او را تلاشی کنن. یک هفته به همین منوال گذشت و ما هر روز بیشتر از دیروز از نادیده گرفته شدن، از شنیده نشدن، برچسب خوردن و حمله نگاه های سنگین و حقارتبار خسته می شدم. هر روز بیشتر به سکوت و گوشه‌گیری عادت می کردم و ترس هایم از بیرون رفتن و حرف زدن بیشتر می شد. سعی می کردم بیشتر سکوت کنم و تجربه هایم را ندیده بگیرم. سعی میکردم بیشتر به چادریم پناه ببرم و از دید جهان اطرافم پنهان شوم. چادری مرا از جامعه‌ای که فکر میکردم به او تعلق دارم جدا میکرد. چادری جایگاه مرا در نبودنها، در ندیدنها و در حقارتها تعریف میکرد. او زمان که طالبا زنان را مجبور به پوشیدن چادری کرده بودن، من کودک بیش نبودم. اما تجربه یک هفته مست پوشیدن چادری تجربه تلخه بود. تجربه زندگی در مردابی بود که مردم زشتی ها و پستی هایشان را در او به نمایش میگذاشتن. برخلاف باور عموم که گویا زنا درون برقه یا همو چادری خودشان را مسئول احساس میکنن، من اوج ناامنی را تجربه کردم. چادری یا برقه از چندین دهه به این طرف پوشش زنای افغانستان در جهان شناخته شده و در دوره رژیم طالبان به پوشش رسمی زنا بدل شده بود. حالان که ای جزء لباس مردم افغانستان و فرهنگ ما نیست و زن بدون برقه حق گشت و گذار را نداشت. پایان. شنونده های عزیز چینل افغانستان جورنال، جهان سپاس از امراهیتان تا این دم که کنار ما بودید.
یک بار دیگر از همراهیتان، از حمایتهای همیشگیتان، از بزرگی و مهربانی شما خوبان سپاسمند استم. ما و تیم کاری چینل افغانستان جورنال همواره تلاش بران داریم تا خاطر شما خوبان را شاد نگه داریم و همواره طبق خواسته های شما عزیزان عمل کنیم. باز هم آدرس و پل ارتباطی برنامه را با شما شریک می سازم. afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال. شما خوبان می توانید از این طریق برای ما داستان های دست داشته خود و دوستانتان را بفرستین و ما هم با کمال میل و خوشی داستان های شما را به شکل ویدیویی و صوتی تهیه کرده دوباره تقدیم حضورتان میکنیم و شما میتونین از طریق همین چینل دوباره داستان های خود را بشنوین. و میخواییم بگوییم یک تعداد دوستایی که برای ما داستان میفرستن و دوباره از طریق چینل نمیشنون. دلیل شاید هم کمبود بیش از حد داستان میباشه که نمیتونیم نظر به پالیسی چینل دوباره او داستان را خوانده و نشر بکنیم. شما از آن لطف نموده و مهربانی کنید. مطابق داستانهایی که در گذشته ما از طریق چینل خدمت شما نشر میکنیم او را دیده و حداقل زمان بندی را از روی داستانهای نشر شده بکنیم تا اینکه ما هم بتانیم طبق پالیسی چینل داستان شما را به دست نشر بسپاریم. و یا هم بعض داستانهایی می باشه که از لحاظ ترتیب و جمله بندی آنچنان واضح و درست نمی باشه که دیگه شنونده ها وقت اون را میشنون نکات مهم و ارزندهشه بگیرن. تشکر از همراهیتان و تا ای که باز هم با پیشکش نمودن داستان جدید دیگر در خدمت قرار خواهیم گرفت، هر یکتان به خداوند پاک و بی نیاز می سپارم. طاعات و عباداتتان قبول بارگاه حق باد.